طالبان اجساد دو نیروی جبهه مقاومت را در بنشیر از قبر بیرون کشیدند. ادعای جبهه مقاومت طالبان 5400 باشنده بنشیر را زندانی کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. مشروع اخبار 8 صبح. ادعای جبهه مقاومت طالبان 5400 باشنده بنشیر را زندانی کردند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا دارند که طالبان در یک سال گذشته بیش از 5400 باشنده ولایت بنشیر را به دلایل سیاسی زندانی کردند. جبهه مقاومت ملی دلیل بازداشت این افراد را بنشیری بودن، تصیف این جبهه نسل‌کشی، اخاذی و بهره‌گیری اقتصادی و استخباراتی از سوی طالبان عنوان می کنند. باشندگان محلی بنشیر نیز تایید می کنند که از زمان حکومت طالبان بر کشور تا کنون صدها باشنده این ولایت به ادهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند که در زندان های طالبان به سر می برند. باشندگان بنشیر در این گزارش ها روایت های تلخ و دردناک از زندانی های طالبان دارند. مولوی حسام الدین حسام، رئیس پیشین شورای علمای افغانستان و یکی از اعضای ارشد جبهه مقاومت ملی، از بازداشت و زندانی شدن هزاران باشنده ولایت بنشیر خبر میدهند. او در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید تنها از ولایت بنشیر ارقام دقیق 5400 نفر بندی سیاسی هستند. طالبان از این گروگانگیری ها برای تضعیف مقاومت، نسل کشی، اخاذی و بهره‌گیری اقتصادی و استخباراتی استفاده می کنند. جرم اینها مشخصا بنشیری بودن است. طبق یک خبر دیگر، 8 صبح، طالبان اجساد دو نیروی جبهه مقاومت را در بنشیر از قبر کشیدند. 8 صبح، بنشیر. منابع محلی در بنشیر می گویند که طالبان جسدهای دو تن از افراد جبهه مقاومت ملی را از قبر بیرون کشیدند. این رویداد روز یکشنبه عبده میزان در ولسوالی دره ولایت بنشیر رخ داده است. به گفته منابع، جسد این دو نیروی جبهه مقاومت ملی در کوههای کوکزار ولسوالی دره دفن شده است. این دو نیروی جبهه مقاومت ملی که شیر و احمد جان نام داشتند در درگیری های اخیر در دره عبدالخیل کشته شده بودند. منابع تصریح می کنند که اجساد این دو جوان روز یکشنبه عبدالرحیم میزان در همکاری با کارمندان صلیب سرخ دفن شدند. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. گفتنی است که طالبان اجساد این دو نیروی جبهه مقاومت ملی را به دلیل از قبر بیرون کشیدند که گمان می کردند آنان با جنگ افزارهایشان دفن شده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.